طالبان با گذشت هر روز هیزومی بیشتر به تنور جنگ افغانستان می ریزند. هم کنون نظامیان افغان در نزدیک به 10 ولایت با طالبان در جنگند. اما شورشیان طالب دامنه ناامنی ها را تا بخش های آرام پایتخت رساندند و در کمتر از 10 روز گذشته تنها کابل هدف 3 حمله انتحاری و تهاجمی بوده است. شهروندان کشور که از حمله طالبان در هراسند میگویند نبود وزیر دفاع و اختلاف ها میان رهبران حکومت برای حملات طالبان بسترسازی کرده است. ما شاهد ازی هستیم که به هزاران پلیس ما و هموطن ما شهید شده میره روز به روز. امید است که نمیر یک جدی بگیرن و بازی سیاسی خودن یا باید از بین ببرن. مردم از چی توقع دارن؟ اگر اینا میخوان یک کشور آرام داشته باشن، با این منوال پیش میره انشاءالله یا سکوت میکنن. حمله طالبان از حمله انتحاری است. به هر رقم در به یک هفته 4 حمله شد. یا بمی هستن که پاکستان بیا را کش کنه، به هر رقم بگه که بهدر تو بیا به هر رقم کتیمه بشی بیا در خونده مستی. مگم نه پاکستان میگه شکمبه شکمبه. خصوص که امنیت دوازه اوس ډیره خرابه شوې دو ایدینه بو کوبل تا ډیره مشکل جوړ شي. خصوص که وازه خرابه وي یا کوبل که امن نشته خپل. افغان ها معتقدند که برای پایان جنگ افغانستان نباید به پاکستان دل ببندد، زیرا این کشور به جای باز کردن گره صلح آن را پیچیده تر می سازد و هیچگاه آب بر شعله های جنگ افغانستان نخواهد ریخت. دو دانه کلیدی که در دست دو تا دکتراینی که در افغانستان به عنوان رئیس اجرایی و رئیس جمهور که اصلا مشکل اساسی در اینا هستن، که اینا مردم خوب می دانن چی مشکل را داره و چی مشکلاتی هست که مردم امروز دامنگیر شده و تهدید میکنه، مخصوصا امنیت در روزا در تمام ولایاتی که در زون شمال شرق است. میبینیم که پیلمن که حالت دیر خراب دی باید دیوام جرگی جولسی. طالبان با گذشته روز به حملاتشان در بخشای گوناگون افغانستان به ویژه پایتخت افزایش میدهند. از سوی هم دولت افغانستان وقت و انرژی زیادش از صرف پاکستان ساخته، همسایه که تصور میشه کلید صلح افغانستان را در دست دارد و گام عملیش میتواند منجر به پایان جنگ افغانستان شود. فاد ناصری.